خانه جدید مبارک باشه. دوست عزیزی که خونه رو خریدن و دیروز تحویل گرفتن، یک مسئله ای گفتم همین الان به ذهنم رسید ضبط کنیم که شما عزیزان هم در جریان قرار بگیرید. اول اینجا طبقه بالای خونه است که اینجا اتاق در واقع چراغش کجاست؟ اتاق کار بوده فکر میکنم. ببینید این یه اتاق اینجاست، دو تا اتاق دیگه هم اینجا هستش. این اتاق هست، ببینید اتاق اول از پله که اینجوری میان بالا، یه اتاق اینجا داریم، یه اتاق هم ببینید اینجا هستش و کلا سه تا اتاق، یک دو سه اینجا و اینجا حمام و دستشویی داریم. خب حالا نکته که میخوام بگم عزیزان که باید بهش توجه کنید چیه؟ با هم بریم این اتاق رو ببینیم. نگاه کنید این خونه رو اومدن قبلا دیدن دوستان و بعد تصمیم گرفتن که بخرن، معامله انجام شده، همه چی تموم شده، اومدن دیروز خونه رو تحویل گرفتن، یعنی پول رو پرداخت کردن، کل مبلغ پرداخت شده و کلید رو دیروز تحویل گرفتن. اومدن دیدن که اینجا چون اون موقعی که خونه رو دیدن کمد پشتش بوده، مثلا این پایین این چیزایی که این لایستر‌هایی که هستش ببینید اینا نیست، مثلا این هم میبینن که این چیز شکسته شده. بعد دوباره این ور هست مثلا پشت دیوار، دقت بکنید اینجا مثلا این شکلی بوده، کمد جلوش بوده اون موقع. دوباره برای حمام یک مسئله وجود داره، برای حمام ببینید این شکلی. حالا مثلا ما دری که اینجا داریم، این در حمام دری متاسفانه گیر داره و تکون نمیخوره و خب مثلا اینم یک مشکل دیگه است. اینا همه دیروز مشخص شده، یعنی حالا این در دقیق معلوم نمیدونم، ولی این در مثلا یه مشکل داره و که دیروز مشخص شده و اینجا در واقع مشکلی که اینجا وجود داره، مشکلی که برای نقاشی اینجا هستش. حتی یه قسمت دیگه ببینید اینجا اون شخص گفتی که من درستش میکنم، این قسمت رو میام رنگ میکنم، هنوز انجام نداده، گفته فردا صبح میخوام بیام انجام بدم. اینم که برای دود هستش و راخ ملده بشه. یه سری کاره این شکلی مونده بوده در واقع، یه جی مثلا هنوز انجام نشده بوده. ببین مثلا در اینجوری سطحش هنوز باله، حالا اون در چوبیه رو میشه پایینش رو برید، ولی این دره رو در واقع شیشه ای هستش. یه سری چیزای خوردریز این شکلی وقتی وجود داره ما چیکار کنیم؟ یه نکته خیلی مهم، اول اینکه خونه که میخواییم بخرین چه ماکلر داشته باشه، یعنی خونه دلال داشته باشه یا نداشته باشه، شما بگید که آقا من قرار نیست آلمانیش میشه یه گربه بخرم، اشکاف کن کات امزاک، یعنی من یه گربه توی یه گونی دربسته نمیخرم، دارم خونه میخرم، دارم بزرگترین هزینه زندگی ما در واقع میکنم برای یک پروژه. پس اون شخص طرف مقابل اگه بگی که مثلا کلی اینجا مشتری پاشو نمیدونم زود تصمیم تو بگی، بگو من میخوام علاقه دارم بخرم، ایش بینگ اینترسیت، ولی به من وقت بده که ببینم چه شکلیه. این یکی از چیزایی که همون اول مذاکره میتونید باهاش مشخص کنید. مسئله بعدی وقتی که دیگه قرار شد بخرید خونه رو، کاری که میتونید بکنید اینه که بیاید تو قراردادتون بنویسیم، بگین که یکی از بندهای قرارداد قبل از اینکه ما پول رو به شما تحویل بدیم اینه که خریدار، مثلا اونجا خیلی اکو میشه برم، خریدار باید خونه رو دوباره ببینه و کتباً امضا بکنه، یه نامه بده به نوتار، به همین محضر در واقع، که آقا خونه آماده تحویله. بعد اون موقع نوتار میاد یک نامه میده در واقع به شخص فروشنده و به شخص خریدار، میگه که آقا همه چی، همه نکاتی که باید انجام میشد انجام شده. به خریدار میگه خب شما الان پولو بده. یه سری بندایی هستش قبلش باید انجام بشه، استعلام هستی سری کار این شکلی هست. شما میتونید اینو تو اون دوستانی که حالا در خونه میخرم من میگم اینو میتونید اضافه کنید، بگید که آقا ما باید قبل از اینکه پولو بدیم خونه رو ببینیم و بگیم که خونه آماده است. و حالا مثلا از یه عبارتی هم به نام بزنراین استفاده میکنن، میگن که مثلا بزنراین یعنی اینجا جارو کشیده شده تمیزه،
خب قبلش که همه چی که انجام میشه، شما میاید با صاحبخونه اینجا، میاد اینجا میبینید، مثلا میگید که آقا خونه میبینید مثلا کلی توش کمد و اینجور چیزاست، میگید خب هنوز برزنگاین نیست، بعد صاحبخونه میگه خب باشه برو مثلا چند روز دیگه بیا، بعد که میبینه برای شما مهمه، چون دیگه شما قرارداد رو امضا کردید دیگه، هیچ کس نمیتونه به شما فشار زمانی بیاره بگه خونه رو میدیم به یکی دیگه، نمیدونم کلی مشتری داره، شما دیگه قرارداد خونه رو امضا کردید و پس سر این مسائل به نظر من یه ذره سفت‌تر وایسید. بیاید بگید که خونه هر موقع خالی شد به من زنگ بزن بیام. بعد خونه خالی میشه میای میبینی که مثلا میگم اینجا این شکلی این شکلیه، اون موقع چون پولا هنوز ندادین میتونید بگین که من میخوام که شما اینو درست کنی، این درو درست کنی، مثلا اینو درست کنی، و اون موقع اون شخص میگه بله چشم انجام میدم، بله چشم انجام میدم، چون چند صد هزار یورو میخواد پول ازت بگیره، هر کاری بهش بگی اون موقع انجام میده. ولی وقتی پولو بدین، مثلا شرایطی که برای ما به وجود اومد اینجا، ما بعد فردا این شخص میاد و از فروشنده در واقع یه جورایی خواهش کنیم که مرام بذاره و انجام بده، چون یه همچین بندی تو قرارداد نبوده. اینو گفتم از این دوستامونم خواهش کردم اجازه بده این ویدیو رو درست کنیم که هموطنهای عزیز، همزبونهای عزیز، خلاصه هر کی ویدیو منو متوجه میشه دوست داره که خونه بخره به این مسئله توجه کنه. از قبل اینو بنویسید، بعد دیگه با خیال راحت میاد خونه رو میبینید، هر موقع همه چی تموم شد به نوتارتون، به محضرتون نامه میزنید، میبینید که آقا خونه آمده است و من حالا پولو میدم. با این ترتیب شما با خیال راحت هر مشکلی که باشه وقتی خونه خالی شد اینو میبینید، به طرف میگید که تعمیرش بکنه. این بند اوتوماتیک توی قرارداد نیست، اینو باید خودتون بگید که نوتارتون توی قرارداد رو اضافه کنه. همه چی رو گفتم، مراقب خودتون باشین. برای خرید ملک اگر که میخواین که سوالی دارین، مشاوره ملکی میخواین، به پیج اینستاگرام abedi.germany میتونید پیام بدید و وقت مشاوره بگیرید اگر که میخواین تو آلمان خونه بخرید. این ویدیو رو اگر که جدید هستید تو چنل میبینید، چنل رو حتما سابسکرایب کنید. و یه سوالی هم که معمولا همه همیشه میپرسن، کی ما میتونیم تو آلمان خونه بخریم با وام بانکی وقتی که اقامت دائم داشته باشیم، قرارداد کار با حقوق مثلا حدود 40,000 تا در سال به بالا داشته باشیم؟ و بعضی دوستان گفتن تو ویدیوهای قبلی که لینکش هم اینجا میذارم، تو قانون ملک تو آلمان یه تغییری کرد چند وقت پیش، تو اون ویدیو من توضیح دادم که اقامت دائم، بعد یه نفر گفت آقا من برای به اسم فامیلام هم خونه گرفتم، فامیلام که تو ایرانن و اصلا تو آلمان نیستن، اصلا هیچ اقامتی ندارن. بله با پول نقد که، یعنی اگه پول داشته باشی میشه، ولی نمیتونی با پول بانک بیای شما کامل خونه رو همش رو وام بگیری و اقامت دائم نداشته باشی. اقامت دائم لازم هستش برای وام گرفتن. اگر که پولتون آماده است، نه نیازی به اقامت دائم نداره، نیازی به قرارداد کار هم نداره، شما پولش رو داشته باشید میتونید راحت تو آلمان خونه بخرید. اما اگه میخواید بدونید که آلمان با اقامت، آلمان با خرید خونه اقامت میده یا نه، نه آلمان با خرید خونه اقامت نمیده. اینم مسئله هستش که باید بدونید. بعضی‌ها فکر می‌کنن آلمان مثلا اقامت می‌تونن بگن، مثلا تو اسپانیا یا سه کشور اروپایی این شکلیه، تو آلمان این شکلی نیست. شما خونه بخری مثلا من زندگی نمی‌تونی باشه اقامت بگیری، ولی خب اگه می‌خوایم به هر دلیلی تو آلمان ملک بخریم این امکان وجود داره. اگه هم که گفتم با وام می‌خوایم بگیم، بعد اون شرایطو داشته باشین. سوال دیگه هم داشتین توی abedi.germany از من بپرسین. دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی، ویدیو چجوری گفتم، تا ویدیوهای بعدی بچه‌ها، خدا نگهدارتون.